حالا اینجا برمیگرده به اینا ببینید چی میگه خیلی جالبه ها رو پانسمانشون رو نمیدن این پانسمان این بچه ها چی شد این پانسمان این بچه ها چی شد آقا اینا رو هم نشون بده این بیماران پروانه ای هم نشون بده اینا که پانسمانشون امریکایی نمیدن این هم نشون بده خب میگه که پانسمان این بیماران پروانه ای رو نشون بده. اولا پانسمان بیماران پروانه ای رو آمریکا تولید نمیکنه. تنها جایی که میدونم تولید میکنه سوئد هست. این یک، این یک. این یک. سوئد یک بار به خاطر مسئله تحریما گفت من نمیدم و یونیسف اومد قضیه رو ورود کرد ما همینجا ما یه راستی از صحبت این آدم بکنیم یه مقدار ببینید سطح دروغ هایی که داره مطرح میشه یونیسف در سال 2020 دوازه می 2020 میگه یونیسف پانسمان های مخصوص کودکان ببین این خود سایت اموز خودم اسکرین گرفتم خود سایت یونیسفه میگه که ما پانسمان های مخصوص کودکان مبتلا به بیماری پوستی پروانه ای را تهیه و به ایران ارسال کردیم یورون اینجا توضیحاتش شده، داده جزئیاتش رو گفته وزنی که فرستادن 5800 کیلوگرم یعنی 58 دهم 58 تن تحویل دارن 5800 کیلوگرم و 750 نفر کودک در حقیقت پروانه ای رو تشخیص داده یونیسف و برای این 750 نفر در سال 2020 این تعداد قابل توجه پانسمان میفرسته که به اندازه نیاز این بیماران بوده اما این پانسمان ها که تحمیل جمهوری اسلامی قرار میگیره هیچ وقت به دست بیماران پروانه ای نمیرسه الان با هم بررسی میکنیم ابتدا به ساکن جمهوری اسلامی میگه نه 5800 کیلوگرم به دست ما نرسیده صرفا 3500 کیلوگرم رسیده یعنی همینجا دست به نق یه بخشی از اینو میزنه یه بخشی از اینو میزنه 2000 در حقیقت 2300 کیلوگرم این, در این نزدیک به نصف این رقمی که یونیسف میگه رو جمهوری اسلامی میپیچونه میگه ما 3500 کیلوگرم تحمیل گرفتیم آقا یه خبرنگار که گفتی چی شد من دارم با مستو داری با پروپاگاندا و هوچیگری میگی پانسمان بیماران پروانه چی شد اینجا دقت کن چجوری هوچیگری میکنی اینا رو سمان... بگیر اینا رو بگیر این بچه هایی که بهشون پانسمان نمیدن شما هر کدوم کشوری بدار فرام چه رو پانسمانشون رو نمیدن این پانسمان این بچه ها چی شد این پانسمان این بچه ها چی شد آقا اینا رو هم نشون بده این بیماران پروانه ای هم نشون بده اینایی که پانسمانشون رو امریکایی نمیدن اینا... خب ایتا داری با هوچیگری میگه من دارم به این مستند میگم پس ما سال 2020 یونیسف مدعی میشه 5800 کیلوگرم به شما پانسمان داره برای 750 بیمار پروانه ای و دولت آلمان هم به این قضیه کمک مالی کرده اصلا پولش رو دولت آلمان داده یونیسف با حمایت مالی آلمان پانسمان مخصوص کودکان مبتلا به در حقیقت بیماری پروانی ای بی را به ایران ارسال کرد ببین یورونیوز نیوز زده بعد شما هم تایید کردید منتها شما گفتید 5800 کیلوگرم نبوده یه 2300 تاشو ملاخور کردید که خدا میدونه اون 2300 کیلوگرم چی شده بعد گفتی 3500 تا گرفتیم حالا همون 3500 کیلوگرم رو بریم بررسی کنیم چی شده چون شما براتون آقای خبرنگار مهمه چی شده اگه خبرنگاری من دارم بهت میگم چی شده بر اساس سایت های خودتون سایت های داخل رو میتونید سرچ کنید پانسمان های یونیسف گم شد اول خبر میاد بعد میگه آقا پانسمان ها گم شده میگه 2500 تن پانسمان همین بحث بیماران در حقیقت پروانه ای اهدای یونیسف برای بیماران پروانه در انبار هیئت امنای ارزی و دانشگاه علوم پزشکی ایران گم شده است مدیر عامل خانه بیماران پروانه ای به روزنامه سپید گو یونیسف در اردیبهشت سال 99 5800 کیلو کیلوگرم تون پانسمان مورد نیاز بیماران ای بی را در اختیار وزارت بهداشت ایران قرار داده با اجازه خود آمریکا گور بابای آمریکا گور بابای آلمان گور بابای یونسف ما میخوایم واقعیت رو بفهمیم چه خبره میگه اینقدر به ما داده و حالا دو 2500 کیلوگرم از پانسمانا گم شده اول بحث گم شدنشون مطرح میشه بعد از گم شدنشون روزنامه رئیس جمهورتون آرمان ملی که علیه منم یه چند باری شکرخوری کرده مقاله داده روزنامه رئیس جمهور اتمیاد می پانسمان بیماران پروانهی در سطل زباله چه می‌کنه. میرن پیدا میکنن که آرم یونیسفی که مثلا روی این پانسمان ها بوده این برنده رو کندن ریختن سطل آشغال اینجا رو داده حالا من موزه برنامه‌ام نیست برید خودتون اینا رو بخونید من دارم ها رو بهتون میاد بعد کاشف و عمل میاد عمل گم شده بعد خبردار میشیم که برنداش افتاده سطل آشغال در نهایت معلوم میشه که بله خرید و فروش پانسمان احتایی یونیسف به یونیسف به پروانه ها در بازار آزاد بعد معلوم میشه که خانم ریحانه جولایی خبرنگاران خود جمهوری اسلامی میره در بازار ناصر خسرو میبینه بله این پانسمان هایی که یونیسف داده برای بیماران پروانه با قیمت خون ماها دارن میفروشن تو بازار آزاد در مافیا بعد خبرنگار پوفیوز جمهوری اسلامی با هوچیگری عکس بیماران پروانه ای رو ورداشته آقا این پانسمانا چی شد بگم اون پانسمانا چی شد به سرنوشت پیرن رونالدو که برای اون دختر معلول امضا کرده بود دوچار شد رونالدو پیرن خودشو برای اون دختر معلول امضا کرده بعد این پیرن رو به اون دختر معلول چطور شما دلتون اومد ندید یه مش پوفیوز بچه شیه که من شاشیدم تو حلق تشنه امام حسینت اومدی تیشرتی که رونالدو برای اون دختر معلول امضا کرده پیچون دید آقای رئیس باشگاه پرسپولیس پوفیوز نگو که ما جا گذاشتیم و گم شده بگو خواستیم ملاخور کنیم بدم به دخترم دیگه تعارف که نداریم پانسمان بیماران پروانهی هم به مانند پیراهن رونالدو برای این دختر معلول شماها دزدی میکنید جوابشو تروریستای مجاهدین و اپوزیسیونتون بدن گور بابای مجاهدین ولی اون باید جواب بده سعودی نشنال باید جواب بده ما برمیگردیم میگیم شما محسن رو کشتی به قطر رسوندی میگی اگر تو سندی داری ارائه بده پفیوز مگه سرورهای دوربین تو تو خونه منه تو بعد فیلم ها رو نشون بدی تو بگو چرا فیلم ها رو نشون نمیدی تو بگو چرا فیلم های اسکای حقانی چطور یه موبایل یا مثلا دست یه آمر به معروف میگینی تمام دوربین های اسکای حقانیت کار میکنن در مورد قتل محسا امینی هنوز یک فریم از فیلم های اسکای حقانی رو نشون ندادی که ما بدونیم که محسا امینی با چه تیپ لباسی بوده که گشت ارشاد تو اونا گرفته ببینید دروغ پشت دروغ جمهوری اسلامی دروغ پشت دروغ و اینجا معلوم میشه که یونیسف برای بیماران ای ما اومده پانسمان داده و اینا رفتن فروختن و حالا جالب اینجاست گور بابای آمریکا مرگ بر آمریکا هستن خوبه همون آمریکایی که ما فوشش میدیم دوباره اجازه میده و در اوج بحثایی که سر داستان زن زندگی آزادی است یعنی قبل از زن زندگی آزادی بعد از اینکه اینا افتخار کردن که سلمان رشد کشتن در 23 آگوست یعنی یه ماه مونده بود به محسا امینی دوباره یونیسف این دفعه با کمک سوئد و با پول سوئد با کمک سوئد 4400 کیلو تون دوباره به اینا پانسمان میده یعنی یه دونه اون 5800 تونه الان 4400 کیلوگرم میگم تون ببخشید 5800 کیلوگرم الان 4400 کیلوگرم دیگه با کمک سوئد میاد و خود این سایت رسمی توییتر رسمی یونیسفه میاد و به اینا به مردم ایران پانسمان میده حالا اگر دوباره پیچوندی چی شد که تو باید جواب بدی آقا پانسمان ها رسیده ایران آیا پانسمانی که رسیده ایران تحویل شما داده شده آمریکا باید پاسخ بده که چی شد انگلیس باید پاسخ بده آقا لعنت به انگلیس لعنت به آمریکا ولی اینا باید پاسخ بدن پانسمانی که به شما تحویل میدن چی شد دیدی بچه شیعه دیدی حروم لغمه؟ ای. دیدی مثل علی بده هستی به ممل علی میدونید دیگه گونی بوده میداده دیدی همتون پفیوزید عکس چهار تا دختر بیچاره پروانه ای رو نشون میدی که دل ما ریش ریش بشه بعد آقا پانسمان چی شد پانسمان ای پانسمان ای بارو چیز کردن تحریم کردن نمیدم پانسمان دروغ میگی پانسمان بیماران پروانه ای تحمیل ایران شده و شما این پانسمان ها رو یا بابت بیورزگری یا بابت باندایی که دارید ورداشتید و شما وقتی که پیراهنی که رونالدو جلوی چشم ما برای اون دختر معلول امضا کرد در یک دهد یک پیراهن شما نمیگذری اپانسمان های بیماران پروانه ای که به حال یک قیمت قابل توجهی داره بگذرید پولش هم که شما ندادید که پوفیوزا سری اول پول بیماران پروانه ایران که 750 تا کودک بیمار پروانه ای ما داریم و آلمان داده بار دوم هم که سوئد داده بعد شما به جای اینکه شما برید پول اینا رو بدید پول 750 تا بیمار پروانه کشورمون رو تو جمهوری اسلامی بدی تو پولشو ندادی یه بار آلمان داده یه بار سوئد داده اون وقت تو جمهوری اسلامی پانسمان بچه های رو ور میری میفروشی تو بازار آزاد پولش بره تو جیبت بعد خودت هم پیرن اسمونش میکنی میگی چی شد چی شد تا کجا میخوای فرافکنی کنید آقای بچه حزب تا کجا اگه دینداری آزاده باش اگه حسین جاکش هم قبول داری آزاده باش من میدونم تو اعتقاد داری به شیعه عقب افتاده ای بی همین که صرفا اعتقادی به شیعه داری بچه بی هستی چه آدمی که شعور داشته باشه تو اصل گوشیایی هوشمند منتر اهل بیت پوفیوز نمیشه اما اوکی okay, اعتقاد داری دیگه بیشور هم هستی حداقل به من بگو ایستایی بیشور گرید کجاست وقتی که تو بچه شیعی من میفهمم وجدان نداری یک بچه شیعه نمیتونه وجدان داشته باشه ولی میخوام اینم مرز بی وجدانیت کجاست یه ایستایی باید داشته باشه دیگه دو سری در سه سال گذشته پانسمان بیماران پروانه ای هزار تا شیش هزار تا اینجام چهار هزار تا نزبالای بیش از 10 تن پانسمان بیماران پروانه ای ایران اومده اگه این ده و مقامات جمهوری اسلامی تو که پولش هم نداده بودن پولش آلمان و سوئد دادن با واسطه یونیسف و اجازش هم آمریکا داده گفته من بابت این قضیه کسی رو تحریم نمی کنم تا اینجا بالاخره هم و آمریکا با همه بیشورگریاش تا اینجا انسانیت به خرج داده تو الان رفتی این پانسمان ها رو فروختی پاسخش رو کی بده اپوزیسیون و آمریکا و غیره آخه خب بی هم حدی داره دیگه یه ببخشید آزاده باشید واقعا آخه به من میگه امید دانا تا دیروز دفاع میکردی امروز فش میدی خودتون هم میگفتین گفتین امید آزاده است الان بر اساس آزادگی ما از شما پوفیوزه چجوری دفاع کنیم که پانسمان بچه های مردم رو پیچوندید پاسخو که آمریکا که نباید باشه پانسمان به شما تحویل داده شده این برنابرای ببینید من با سند آقای خبرنگار قربتون برم شما داری هوچیگری میکنی چی شد چی شد من با حوصله نه با فرافکنی با سند بهت گفتم چی شد دوستان یه دستی اگه خواستن میتونن بزنن انقدر دیگه با سند نشون بده بهشون اینا هم نشون بدید خبر خبرنگار شما نشون بده شما این بخش برنامه منو تو همون برنامه صدا و سیمات نشون بده سانسور نکنی یا نشون بده